اینا گفتم عرض کردم بارها، اینا با شیاطین ارتباط میگیرن، خودش بندگون خدا هم بعضن نمیفهم با شیطان در ارتباط. ما موکل داریم، حالا خدا فرشتاش بیکار بودن بیان حرفتو رو گوش بدن. جن، شیاطین جنی هم هست، میان هم اینا سر کار میذارن، همون نادانهایی که به اینا رجوع میکنن. یا اوران باز میکنم، میگم بابا او به جنش رجوع میکنه، از جن سالار میپرسه، بعد دیگه اینکه چجوری به تو ارائه بده، باز خودش چه بکنه دستگاه درست بکنه، دیگه بهانه است. میگه طرف نمیدونم فنجون قهوه دیدم، نمیدونم فال تاروت ریختم، نمیدونم ورق همینجوری عادی انداختم بر تو فال گرفتم، نمیدونم بیا نبض تو بگیرم ببینم چه خبره، خواب تو تعریف کن تا بهت بگم. خب هیچ دیشب خواب دیدی مثلا لیوان افتاد شکست؟ بله، تعبیرش این میشه که شما ازدواج میکنی، سه تا بچه داری، این حتی هم لیوانه اینا رو در آوردی؟ نه اونو دیگه بشه چیزایی میگن بیخه گوشش میگن، این اونا رو تعبیر کنه، بعد یه بهانه درست کنه دیگه تعبیر تو بده. تو گیر ندی بگی نه کجا در آوردی ها؟ ایناست او جنیان در تو. بشری که نمیتونه اینا رو اصلا تشخیص بده، میتونه بیاد کاری رو بر عهده بگیره. خیلی بودن اصلا این فرقه مرقا درست کردن تو همین هیئت ها و نمیدونم غیر هیئت و کلاس های عرفان و ادعاهای عجیب غریب میشستن. آقا چون قرآن اسم قرآن وسطه نمیشه، روی جای بند خدا بود رفت سخنرانی دیدم این جنن نشستن، اینجا کجاست، چه سموم دارن دور از نظراتون. خب اگه بسم الله بگیم حله، بسم الله الرحمن الرحیم، ببینم چه نگاهش می‌کنه، ظاهرا نمیشه با صوت گفت، مثل عبدالباسطی بسم الله خوند اونا هم گفتن الله. آقا طرف خور تو چه میدونی به این قرآن توهین کرده چه بسا. من واقعا فضاش نیست قبل الان که اصلا وقتش نیست، ربطی هم خیلی به موضوع نداره، من خواهی اینو گفته نشه، من میبینم خیلی آسیب دیدن، بعد بهشون میگی قبول نمی کنن. نه استاد شما ندیدید اصلا این فرق میکنه، پروژکتور تو صورتشه. من یه بار خدمت یکی از عزیزان رسیدم، میترسم کوچکترین اشاره کنم بفهمید کیه چون میشناسید، بعد صحبت همین چیزا شد، گفت آقا طرف همه ما رو سر کار گذاشته بود، توی هیئتی اومده بود و میگفت یه کاری میکرد ملت تو سجده آخر زیارت عاشورا یه چیزایی میدیدن، یه گذشت و یه بند خدای اومد پیش ما، دیدیم لباسا پاره پوره خاکی داره گریه میکنه، دیدیم چته، گفت اون همون بند خدا آدمه هست که باش سجده زیارت عاشورا چیزایی میبینیم، گفت خب خب ما گفتش که بیا بریم میخوام یه دوره عرفانی ویژه آره ببرم جای کجا بهم قبرستون، خب برو تو قبر بخواب، این بالاخره ما چیز داره دیگه ایشون میفهمه. خب رفتیم، یه آدم لباس شخصی بود این که این کارا رو میکرده، اون تو اینی که داره بر من تعریف میکنی آیت اللهه، آیت الله. آقا تو همون قبر رفته و سراغ یاری قصد تعرض و تجاوز بهش داشته، که این جون کنده بود از اون قبر زده بود بیرون، ها بیا بریم یه فرشته میخوام به نشون بدم، رو پایی میره سیگارم میکشه. این عزیز من، برای همین جز محکمات و مسلمات دین سراغش دکون دستگاهی نرید، جز محکمات و مسلمات دین سراغش دکون دستگاهی نرید. یک جای ما رفتیم توی امامزاده باشیدیم شیم نماز بود، بنده خدا اومد ایستاد و دیدیم آدم خیلی متدینی، گفتیم اقتدا کنیم نماز جماعت، یا الصلاة و جماعة حتی علی رأس الزوج، سنم 60-70 سال سن داره و بایستی آقا نمازه رو شوکه خوندن، ما دیدیم یه چیزهایی میگه این سر نماز، حالا ما حرمان بدک نیست میفهمیدیم چی، این بغل دستی ما دیدیم سر نماز بند خدا، اونم قاطی کرده بود گیج شده بود و چرت و پرت های شروع که ساختن سر نماز، ما دیگه همون مغربه رو خوندیم پیچیدیم رفتیم، رفتیم برتر باز خودم نماز خود نماز خودم رو اعاده هم کردیم. یه چیز بدیه، یه کار عجیب قریب و شاز و اینا
کنه. تو میری میگه نه ایشون موکل داره، جبریل بیکار در خدمت اینه. تو آخر روز زمان اینها خیلی بیشتر.